آقای دکتر کاکاوند سلام. درود بر شما. ارادتمندم. خیلی شعرهایی که انتخاب کردین، صحبتهایی که در واقع پیرامون شعر مطرح کردین مورد توجه و استقبال و اقبال بیننده های ما قرار گرفته، خیلی خیلی زیاد، و همه هم گله دارن که کاش وقت بیشتری در اختیار دکتر کاکاوند قرار بدین. ما واقعا تمام تلاشمون رو میکنیم، اما محدودیت ها و معذوریت هایی داریم، هرچند که اینقدر این صحبت ها و اشعار و کلام آقای دکتر شیرینه که در واقع 2 ساعت روی وقت برنامه هم میذاشتیم باز وقت کم بود. البته موضوع اخوان ثالث موضوعیه که هر چقدر هم بری سراغش باید به نظر میاد که وقت کمه، ولی خب در حد فرصت برنامه سعی میکنیم که این فضیلت اخوان هست تو شعر فارسی که اینقدر جذابیت داره، خدا شکر مردم هم پسندیدن. امروز درباره چی صحبت می‌کنیم؟ بله، من فکر می‌کنم که حالا این مسیری که شروع کردیم و تا یه حدیش هم اومدیم ادامه بدیم، عجله نداریم که ها؟ اصلا. اگه شما موافق باشید امروز هم بریم سراغ یکی از شعرهای بسیار خوب اخوان، از شعرهایی که بعضی از بینندگان هم پیام گذاشته بودن تو فضای مجازی، تو صفحه خود برنامه و صفحه شخصی من، که بعضی شعرها رو نام برده بودن و خواسته بودن که خوانده بشه و صحبت بشه درباره‌اش. یکی از اون شعرها شعری است به نام سگ‌ها و گرگ‌ها که بسیار شعر خوبی هم هست. از جهت قالب شعر نیمایی نیست، چهارپاره است در واقع. چهارپاره از اون قالب‌های بینابین محسوب میشه. در واقع معاصرین، قبلا هم یه اشاره‌ای کردم، شاعران روزگار ما بخشیشون که سنت‌گرا بودن به جای خود، خیلی هم محترم و شعر خوبی هم دارن، بخشی از شاعران معاصر شاعرانی بودن که بین سنت و نوآوری‌های نیما خواستن یه تعادلی برقرار کنن. نه دلشون میومد کلاً سنت‌گرا باشن و نوگرایی‌ها و پیشنهادهای نیما رو در نظر نگیرن، نه دلشون میومد اونقدر نوآور باشن که سنت‌های شعر فارسی رو نادیده بگیرن. یک حد فاصلی بین این دو نگرش رو تو شعرشون رعایت کردن که به شکل‌های مختلفی اتفاق افتاد که اشاره کردیم تو همین برنامه. یک دسته از این شاعرانی بودن که به سراغ قالب بینابین رفتن، یعنی قالبی به نام چهارپاره یا دو بیتی پیوسته که از یه طرف سنتیه به خاطر تساوی مصرعها، جای ثابت قافیه ها، از طرف دیگر نوع چون سابقه ای در ادبیات کهن ما نداره و به خاطر اینکه دو بیت قافیه هاش تغییر میکنه، یه آزادی هایی به شاعر میده که از جنس آزادی های نوگرایانه نیما محسوب میشه. خب طبیعتا شاعرانی که به سراغ چهارپاره اومدن، از جهت زبان، از جهت جهان هم، جهان شعری هم، یه حد فاصله بین سنت و نوآوری بودن. شاعران بزرگ معاصر ما، اونایی که در نوگرایی شهرت دارن، همه دوره چهارپاره سرایی رو در تاریخ شعریشون دارن. از اخوان ثالث بگیری که تو مجموعه زمستان به خصوص چند تا چهارپاره خیلی خوب داره. فروغ فرخزاد که از 5 تا مجموعه که داره 3 تاش کلاً چهارپاره است. اسیر و دیوار و اسیان. نصرت رحمانی اولین سروده‌اش چهارپاره است. سهراب سپهری در مجموعه اولش مرگ رنگ عموماً چهارپاره گفته. در واقع گذری بوده از سنت به سمت نوآوری. حالا سگ‌ها و گرگ‌ها در مجموعه زمستان اخوان ثالث است، همون مجموعه‌ای که ما توقع داریم که چهارپاره‌ها توش بیشتر باشن. و اندیشه اصلی رو هم شما قبل از گفتگو اشاره کردید، از شاعر دیگری است، از پتوفی گرفته، خودش هم در آستانه نوشتن شعر اشاره کرده، شاندور پتوفی که از شاعران مجار هست فکر میکنم. بله بله، و شعری داره با همین عنوان سگ‌ها و گرگ‌ها. بله. قبل از اینکه شعر رو من بخونم، بعدش هم درباره صحبت خواهیم کرد، این نکته درباره نوگرایی های معاصر بگم. همیشه نوگرایی این نیست که یک موضوع کاملا جدید باشه یا واژه ها و عناصر تخیل جدید باشن یا دنیا صرفاً جدید باشه. گاهی از مواد سنتی شعر فارسی با یک نگرش تازه نوگرایی ایجاد شده. مثلا اینکه زلف به شب تشبیه شده باشه، خب از عهد نخست شعر فارسی بوده است. یا تشبیه زلف به مخمل، یا تشبیه گربه به مخمل، که حتی خیلی اسم گربهشون میزن مخمل. اخوان یه شعر داره، میگه امشب به یاد مخمل زلف نجیب تو، شب را چو گربه‌ای که بخوابد به دامنم، من ناز میکنم. این عناصر مخمل و شب و
زلف و گربه و اینا رو همه رو در هم آمیخته، یک تصویر و یک ترکیب تازه‌ای زده. آدم فکر می‌کنه شعر جدیدی شنیده که تصاویرش همه از قدیم گرفته شده. گاهی نگاه هست که جدید می‌کنه کار رو. اخوان تو این زمینه یکی از شاعران خوبه روزگار ماست، چون شعر سنتی رو خوب بلده. یه شعر بسیار خوب در همین مجموعه زمستان داره اخوان به اسم سترون، یه شعر روایی مثل همیشه تمثیلی. در این شعر خیلی جالبه، خورشید که همیشه در تاریخ تفکر ایرانی عنصر دلخواه و پسندیده‌ای بوده و ستایش شده، در بلندی، در نور، در اینکه منشأ نور هست و مقابل تاریکی میستد و اهورایی هست و نماینده صبح هست که در برابر شب قرار میگیره، از همه جنبه ها خورشید همیشه مقبول بوده تو شعر فارسی. در شعر سترون، در قصه ای که اخوان در اون شعر بیان میکنه، خورشید نقش منفی قصه رو داره. برای گروه تشنگانی که در یک دشت خشک گرفتار شدن، خورشید دشمن اصلیه، چون به قول خود اخوان تو اون شعر میمکت نور و تراوت را، تراوت رو میگیره، تشنگی ایجاد میکنه و در یک دسیسه خطرناکی حضور داره که با دست تو دست یک سیاهی گذاشته که تشنگان رو فریب بده، وعده های زیبا بده بهشون و امروز فردا کنه اینها رو با تشنگی و اصلا به زاویه دیدم ربط داره دیگه، چون دوست دوست دشمن دشمنه. دقیقا همینه. بعد جالبه که این شعر سترون از یک سیاهی شروع میشه که از پشت دریا میاد، نمیگه ابر که آدم احساس میکنه سیاهی که از پشت دریا بیاد ابره. سیاهی از درون کاهدود پشت دریاها برآمد، با نگاهی حیله‌گر، با اشکی آویزان، به دنبالش سیاهی‌های دیگر آمدند از راه، بگستردند بر صحرای عطشان قیرگوندامان. سیاهی گفت اینک من بهین فرزند دریاها، شما را ای گروه تشنگان سیراب خواهم کرد، که لذت بخش و مطبوع است مهتاب پس از باران، جهان را غرقه در مهتاب خواهم کرد. وعده های قشنگ. بعد دلسوزی میکنه، نبینم وای این شاخه چه بی جان است و پژمرده، پس از باران جهان را غرقه در مهتاب خواهم کرد و وعده میکنه، ابراز دلسوزی میکنه و تشنگان خب باور میکنن دیگه، میگن آه پس این همون ابریه که ما آرزوشو داشتیم، میخواد بباره و در یه جایی میگه که حافظه من اگر یاری کنه، حتی شعر اینجا هست میتونم برم سراغش. بعد برای اینکه باور مردم رو جلب کنه فوش میده به خورشید، چون میدونه خورشید دشمن مردمه، اگه با دشمن اونا دشمنی ابراز دشمنی کنه مردم باورش میکنن. میگه که بپوشد هر درختی میوهش را در پناه من، ز خورشیدی که دائم میمکد خون و تراوت را. در واقع میخواد بگه من دوست شما با دشمن شما دشمنی میکنم. و بعد معلوم میشه که میگه که بذارید من شعر رو پیدا کنم، اینجوری بهتره. این شعر رو این بار من تا حالا خوندم و همیشه در حافظه داشتم. بذارید به حساب سن و سالمون دیگه. اختیار داریم. میگه که زبردستی که دائم میمکد خون و تراوت را، که منظور همون خورشیده، نهان در پشت این ابر دروغین بود و میخندید، راضی از این فریبی که داره. دقیقا با همین اشاره نشون میده که خورشید اون طرف ماجراست، دشمن حساب میشه. حالا ادامهش معلوم میشه که دروغ بوده و به سراغ پیر دروگر میرن که خب کارش کشاورزیه، میدونه چه سیاهی ابر و چه ابری باران داره. میگه که گروه تشنگان در پچ پچ افتادن، دیگر این همان ابر است که در پی هزاران روشنی دارد. ولی پیر دروگر گفت با لبخندی افسرده، فضا را تیره می‌دارد ولی هرگز نمی‌بارد. تا سیاهی متوجه میشه که پیر دروگر این حرفو زده، این تشنگان ممکنه که تردید کنن، شروع میکنه ادای ابر بارانی رو در آوردن. خروش رعد قوقا کرد با فریاد غول‌آسا، غریو از تشنگان برخاست، باران است، هی باران. پس از هرگز خدا رو شکر چندان بد نشد آخر، ز شادی گرم شد خون در عروق سرد بیماران. ولی باران نیامد، پس چرا باران نمی آید؟ نمی دانم، ولی این ابر بارانی است، می دانم. چه روایت قشنگ، دیالوگ داره جوش.
تحمل میگه تحمل کن پدر، باید تحمل کرد، میدانم تحمل میکنم این هست تو چشم انتظاری را، ولی باران نمیاد. اینا هرچی با مثلا بارون نمیاد، تا میان تردید کنن دوباره رد و برق میکنه، دوباره امیدوار میشن، دوباره میمونن، بارون نمیاد. و در پایان شعر میگه که گروه تشنگان در پچ‌پچ افتادن. دفعه قبل گفت گروه تشنگان در پچ‌پچ افتادن، دیگر این همان ابر است که در پی هزاران روشنی دارد. این بار میگه گروه تشنگان در پچ‌پچ افتادند، آیا این همان ابر است که در پی هزاران روشنی دارد؟ و آن پیر دروگر گفت با لبخند زهرآگین، فضا را تیره می‌دارد ولی هرگز نمی‌بارد. و همون جواب اوله، به این دفعه لبخندش زهرآگین. و همون چیزی که قبلا هم صحبت کردین، شکی که اخوان به خیلی از مسائل اجتماعی هم داره. دقیقاً. که یه موقعی نور امیدی بوده، ولی آیا واقعاً راه به سرمنزل مقصود میبره یا نمیبره؟ که اخوان تجربه کرده که نبرده. میگه دیدی دلا که یار نیامد، گرد آمد و سوار نیامد. یه شعر فوق‌العاده‌ای. خب حالا من خواستم این رو، حالا عملا شعر ستروانم یه یادآوری شد که من فکر میکنم دستمایه یک انیمیشن خیلی خوب میتونه باشه. چون شخصیت‌های اصلیش بیشتر عناصر طبیعت هستن، با جزئیاتی که من بهش به سراغش نرفتم. این نگاه تازه، این که خورشید برای اولین بار نقش منفی یک روایت رو بازی میکنه، یا در سگ‌ها و گرگ‌ها عادت ادبی و فرهنگی ما این هست که در مقایسه سگ و گرگ، سگ رو دوست بشر میدانیم، نگهبان گله است، با وفاست، مهربونه، و گرگ مهاجم خونریزه و وحشیه. اما در شعر سگ‌ها و گرگ‌ها کاملا نگاه عوض شده. گرگا قهرمان قصه آشنا زدایی شده. آره، یه جور آشنا زدایی شده و تعریف تازه‌ای از این سمبول‌ها و نمادهای شعری شده. بذارید من شعر رو بخونم. بسیار عالی. آقای دکتر، از مخمل صحبت کردیم، من همینجور رو دلم مونده که به یکی از در واقع مثال‌های درجه یک دیگه برای تشبیه به مخملم یه اشاره‌ای بکنم. بله بفرمایید. صدای استاد بنان. بله بله. چون واقعاً این که میگن صدای مخملی، واقعا آدم حس میکنه اون بافت البته شما خودتونم صدای خیلی خوب و واقعا نوازشگری در اختیار دارید، ولی واقعا صدای استاد بنان عجیبه. بله، و چه تشبیه خوبیه و جالبه، حسامیزی هم هست درش. بله، ما حواس پنجگانمون وقتی کار همو انجام میدن یک هنر ادبیه، بهش میگیم حسامیزی. که مثلا صدا از جنس دریافت‌های شنیداری آدمه و مخمل، نرمی مخمل از حس لامسه دریافت میشه. بعد اینجا صدا رو مخملی میدونیم، در واقع حس لامسه میاد به کمک حس شنیداری. حسامیزی. یا مثلا میگیم که بوی قرمه سبزی میشنوم، شنیدن اینجا میاد به کمک بویایی. اینا این وقتی به شکل زیبایی شناسان اتفاق میفته، اون وقت میشه حس آمیزی، که یکی از هنرهای ادبی هست. توی شاعران معاصر سهراب سپهری از همه بیشتر حس آمیزی در آثارش هست. بخونم سکه و گرگ‌ها رو. اخوان اشاره کرده، فکر از شاندور پتوفی، اهدا به محمود تفضلی که از بزرگان ایران شناس و آگاه و محقق کشور ما. هوا سرد است و برف آهسته بارد، ز ابری ساکت و خاکستری رنگ، زمین را بارش مثقال مثقال، فرستد پوشش فرسنگ فرسنگ. سرود کلبه بی روزن شب، سرود برف و باران است امشب، ولی از زوزه های باد پیداست که شب مهمان طوفان است امشب. دوان بر پرده های برف ها باد، روان بر بال های باد باران، درون کلبه بی روزن شب، شب طوفانی سرد زمستان. آواز سگ‌ها. زمین سرد است و برف آلوده و تر، هوا تاریک و طوفان خشمناک است، کشد مانند گرگان باد زوزه، ولی ما نیکبختان را چه باک است. کنار مطبخ ارباب آنجا، بر آن خاکره‌های نرم خفتن، چه لذت بخش و مطبوع است وانگاه عزیزم گفتن و جانم شنفتن. و از آن ته مونده‌های سفره خوردن،
وگر آن هم نباشد استخوانی. چه عمر راحتی، دنیای خوبی، چه ارباب عزیز و مهربانی. ولی شلاق این دیگر بلایی است. بلی، اما تحمل کرد باید. درست است این که الحق دردناک است، ولی ارباب آخر رحمش آید. گزارد چون فروکش کرد خشمش، که سر بر کفش و بر پایش گذاریم. شمارد زخم هامان را و ما این محبت را غنیمت می شماریم. خروشد باد و بارد همچنان برف ز سقف کلبه بی روزن شب، شب طوفانی سرد زمستان، زمستان سیاه مرگ مرکب. آواز گرگ ها. زمین سرد است و برفالوده و تر، هوا تاریک و طوفان خشمگین است. کشد مانند سگ ها باد زوزه، زمین و آسمان با ما به کین است. شب و کولاک رعب‌انگیز و وحشی، شب و صحرای وحشتناک و سرما، بلای نیستی، سرمای پرسوز، حکومت می کند بر دشت و بر ما. نما را گوشه گرم کنامی، شکاف کوهساری، سرپناهی، نه حتی جنگلی کوچک که بتوان در آن آسود بی تشویش گاهی. دو دشمن در کمین ماست دائم، دو دشمن می دهد ما را شکنجه. برون سرما، درون این آتش جوع، که بر ارکان ما افکند پنجه. و اینک سومین دشمن که ناگاه برون جست از کمین و حمله ورگشت. سلاح آتشین، بیرحم، بیرحم، نپای رفتن و نیجای برگشت. بنوش ای برف، گلگون شو، برافروز، که این خون خون ما بی خانمان هاست، که این خون خون گرگان گرسنه است، که این خون خون فرزندان صحراست. در این سرما گرسنه، زخم خورده، دویم آسیم سر بر برف چون باد، ولیکن عزت آزادگی را نگهبانی، آزادی، آزاد. آذرماه 1330. دیگه ناگفته مشخصه، من پیش از خواندن شعر عرض کردم، سگ و گرگ اینجا دو شخصیت پردازی جدید و متفاوت از آن چیزی که قبل از این در فرهنگ ما بوده دارند. سگ به راحتی با آنکه رفتارهای سگ داره توصیف میشه، این رفتارهایی که سگهای خونگی دارن، اینکه نوازششون میکنن، اینکه کنار مطبخ ارباب چرت میزنن، اینکه یه وقتایی آدم عصبانی میشه، تنبیهشون میکنه، ولی بعد باز دوباره نازشون میکنه، سر رو کفش اربابشون میذارن. شکل توصیفی و روایی از یک زندگی تحقیرآمیز پر نکبت هست، آسایشه اما پر از تحقیره. در شعر چاوشی اخوان یه همچین چیزی داره که میگه سه ره پیداست، نوشته بر سر هر یک به سنگندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به باغ و رو به شهر و باغ آبادی. به ننگ آغشته است اما راحت و شادی درش است. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوقا، وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجا، که اونم شعر فوق‌العاده چاوشی. راه اول ساده ترین راهه، تو تن به هر کاری بدی، تحقیر بشی، شخصیتت خورد بشه، به توهین بشه، اما تو رفاه باشی، خورد و خوراکت فراهم باشه، سقفی داشته باشی. شاید زندگی بسیاری از آدم ها که به هر شکلی یک بدیهیات رفاه رو برای خودشون فراهم میکنن، حالا گاهی از بدیهیات هم میگذره، میپذیرن که توهین کنن، میپذیرن که توهین بشه بهشون، میپذیرن که شخصیتشون لطمه بخوره، به ارضای این که ماشین خوبی داشته باشن، خونه خوبی داشته باشن، خورد و خوراک خوبی داشته باشن. و این جنس زندگی سگ‌ها در این شعر هست. در مقابل اونها گرگ‌ها قرار می‌گیرن که هم سرما داره آزارشون میده، هم گرسنگی، جوع به معنی گرسنگی. و از همه مهمتر اینکه گرگ‌ها در امان نیستن،
هر کسی وظیفه خودش میدونه که گرگی رو دید آسیب بهش بزنه. حالا اینجا سلاح آتشین، یعنی با تیر و تفنگ. و نکته پایانی این شعر در واقع نکته ایست که قصه سک‌ها و گرگ‌ها رو شاعر اجتماعی روزگار ما از درون خودش برمیگردونه به شعر. در واقع یک نگاه انسانی است. شاید گرگ واقعا راضی نیست این اتفاق براش میفته، اما به عنوان یک مبارز فکر میکنه که رسیدن به هدف یک ناهنجاریایی داره. حافظ میگفت که ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. انگار این بلا خاصیت عشقه و عشق به انسان، عشق به رویاهای اجتماعی، عشق به تکامل و رسیدن به اهداف اجتماعی یک شکلی از عشق است که خیلی محترمه و چرا نباید بابت رسیدن به این اهداف رنجی نصیب ما بشه. و اگر رنجی نصیب شد انگار همه چی طبیعی داره اتفاق میفته. این آشنازدایی اتفاق ویژه دیگری که توش هست اینه که قضاوت رو از نگاه ما میگیره. یعنی ما خیلی چیزا رو به خاطر سابقه آشنایی که داریم از پیش قضاوتمون همراهش هست. آفرین. ما سگ رو همیشه نجیب، دست آموز، در خدمت حالا اون دهقان کشاورز میدونیم و گرگ رو همیشه مهاجم، خصم. بله کاملا. ولی این یک زاویه دیگه است، یک زاویه نگاهه. کافیه بریم از جهت گرگ ها هم حالا نگاه بکنیم، اونم برای زنده بودن وقتی که سرپناهی نداره، وقتی که غذایی نداره چه بکنه. قضاوت رو میذاریمش زمین، زاویه دید رو عوض میکنیم و حالا از اون منظر هم نگاه میکنیم و خیلی وقتا قضاوت هامون تغییر خواهد دقیقا کرد. به خاطر همینه به این میگن آشنایی زدایی یا هنجار شکنی. هنجار، آشنایی، همون چیزیست که در ما عادت ایجاد کرده بدون که حتی بهش فکر بکنیم. گاهی عادت ها دیگه فکر رو از ذهن ما خارج میکنن، چون با پیش‌داوری. باز یاد سهراب سپهری افتادم، اگه چه خیلی متفاوت شعر سهراب با شعر اخوان. این که میگه من نمیدانم که چرا میگویند اسب حیوان نجیبی است. رو اسب باید تکیه بشه. چرا بین این همه موجودی که همشون نجیبن، گاوم نجیبه، خرگوشم نجیبه، خرسم نجیبه، چرا اسب رو انتخاب کردیم؟ من نمیدانم که چرا میگویند اسب حیوان نجیبی است. کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟ گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد. بعد توصیه میکنه که چی؟ چشما رو باید شست. این شستن خیلی مهمه. ما اگر گرد و غبار عادت رو از حواسمون بگیریم، یعنی لامسمون رو طبق عادت استفاده نکنیم، دیدن رو طبق عادت استفاده نکنیم، چقدر این کار جهان مهمیه. همیشه نو به نو اتفاق میفته. همون کاری که بچه ها در واقع نوزاد دیدین هر چیزی رو براش شگفتیه. آره، انگار داره به درستی داره برای اولین بار صداهایی رو که ما دیگه نمیشنویم میشنوه، بویی رو که ما اصلا دیگه متوجهش نمیشیم، بله، عادت کردیم نمیشه. بله، همه رو میبینه با تعجب و ما مدت هاست که روزمرگی باعث شده نبینیم، نشنویم، حس نکنیم. اتفاقا یکی از تعابیری که از شعر و هنر کردند همینه. در بحث صور خیال، یعنی تصویرسازی در شعر، یکی از جمله هایی که نظریه پردازان و منتقدان شعر خیلی بهش تاکید میکنن اینه که یک شاعر درجه یک وقتی صور خیال به کار میبره مثل کودکی است که چشم باز میکنه و برای اولین بار میبینه. همچنین که کودکان برای هر پدیده‌ای در جهان که برای ما خیلی عادیه ممکنه شگفت زده بشن و ممکنه برای هر پدیده یه اسم بذارن، اونا از اسمایی که ما قبلا گذاشتیم استفاده نمیکنن و پدر مادرای وقتی رمز اون اسما رو میشناسن. مثلا من و شما وارد خونه میشیم، بچه‌شون وقتی میگه آدا ما نمیفهمیم چی میگه. مادرش میگه آ این مثلا عروسک خرسیشو میخواد، به اون میگه آدا. آیتور خیلی خیلی متشکرم. برنامه بعد شده. بله خیلی وقته، حتما به ما گله خواهند کرد که از اخوان دور شدیم. نه به نظرم دور نشدیم، تمام این صحبت‌ها اتفاقا پیرامون کار در واقع اخوان بود و اتفاقی که در شعر سگ‌ها و گرگ‌ها افتاده بود. بحث رو هفته آینده با اخوان ثالث بزرگ ادامه خواهیم داد. خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما.